هرچه زمان می گذرد ظلم و ستم اذیت و آزار و شکنجه و قتل مسلمانان اویغور در غرب چین افزایش می یابد گزارش های منتشر شده در مورد این اقدام های ضد بشری نیز بیش از پیش منتشر می شود در همین راستا یک استاد دانشگاه آمریکایی با انتشار گزارشی مفصل نگاهی کلی به پدیده نسل کشی اویغورها توسط دولت مرکزی چین انداخته است همکارم علی اکبری گزارش می دهد مجله آمریکایی فورن افرز در شماره اخیر خود مقاله‌ای به قلم جیمز میلورد استاد رشته تاریخ دانشگاه جورج تاون منتشر کرد و در آن نگاهی متفاوت به موضوع نسل کشی مسلمانان اویغور در اقلیم مسلمان نشین سینکیانگ در غرب چین انداخت او در این مقاله به سکوت بسیاری از کشورهای جهان و نهادها و سازمانهای بین المللی اشاره کرد و ضمن انتقاد از این سکوت خواستار پرداختن جدی به این نسل کشی شد جیمز میلورد در مقاله خود افسود طبق بررسی انجام شده جنایت علیه قوم ایغور از سالها پیش آغاز شده اما از سال 2017 میلادی به بعد گاهی اخبار و گزارش هایی در این مورد منتشر شده و به گوش همگان رسیده است. او ادامه داد شرح حال زندگی اویغورها داستان های وحشتناکی است که به دلیل خفقان حتی گاهی به گوش نزدیکترین افراد آنها هم نمیرسد این استاد دانشگاه آمریکا همچنین گفت البته از سال 2018 به بعد تحقیقات و بررسی های گسترده ای در این زمینه آغاز شده و منطقه ترکستان شرقی زیر زربین قرار گرفت. تحقیقات نشان داد که دولت مرکزی چین بسیاری از افراد را به بحانه های مختلف بازداشت کرده و در پادگان های نظامی زندانی می کند. و یفصود طبق بررسی های انجام شده بین یک تا دو میلیون نفر اینگونه زندانی شدند و زیر بدترین شکنجه ها قرار گرفتند به زنان زندانی هم قرص های ضد بارداری خورانده می شود تا نسل اویغورها از بین برود زندانیان حتی از خواب طبیعی محروم هستند او ادامه داد بعد از پیگیری های زیاد و فشارهای مختلف برخی مقام های مسئول محلی به وقوع برخی جنایت ها اعتراف کردند اما مقابل با این افراد را با هدف جلوگیری از انتشار افراد گرایی عنوان کردند. در همین حال مقام های مختلف حزب کمونیست حاکم در چین در اظهار نظرهای مختلفی وقوع این جنایت ها را انکار و تکذیب کردند. علی اکبری اخبار شیه.